رو به زندان بردن و از مدتی که در زندان بودم با تمام خلفای دیگرم آشنا شدم. طرز فروختن مواد مخدر، سلام دوستان عزیز، خوشحال هستم که همراه همسرم کانی با برنامه جدیدی از برنامه‌های شفای شکست دلان مهمان شما عزیزان هستیم. امروز داستان مرد رو با هم دیگه می‌شنویم که ایشون از نوجوانی به خاطر مسائل و مشکلات زندگی باید دزدی می‌کردن، ولی خدا زندگی او رو عوض می‌کنه و امروز این شخص یک شخص نمونه‌ای برای خانواده و دوستانش هست. پس در این برنامه با ما همراه باشید. امروز زندگی داریوش رو میبینیم که در شمال ایران به دنیا آمد، جای سرسبزی، ولی به خاطر انتخاب دوستهای ناصحیحش متاسفانه زندگی او به مسیر غلطی میره. سن 13 سالگی که دیگر یه مقدار بزرگ شدم، گفتم دیگه آدم بزرگ شدم، شروع به سیگار کشیدن و مشروب خوردن و به کارهای بد کردن بودن و در سن 15 سالگی اولین سرقت خودم رو انجام دادم. بعضی که اون سرقت رو انجام دادم دیگر گفتم دیگه من کار اشتباهی انجام دادم و دیگه از بهشت بیرون رفتم، چون اون موقع اینجوری میگفتن که اون خدای ما میگه هر که خوبی کنه به بهشت میره و هر که بدی کنه به جهنم میره و به بهشت نمیره دیگه. و من هم گفتم دیگه تمام شد دیگه، من رفتن بهشت خودم با دست خودم، رفتن جهنم خودم رو با دست خودم امضا کردم. و بعد گفتم دیگه بس، اگر اینجوریه خدایی وجود نداره واسه من و دوست من هم مثل من، و همینطور به سرقت ادامه دادم. پولای خیلی فراوانی به دستم اومد، من و رفیقم به شهرهای مختلف سفر میکردیم، عیش نوش میکردیم، خرج رفیقان میکردیم و خونه زندگی مردم خالی میکردیم. بالاخره پلیس داریوش و دوستش رو دستگیر میکنه و اونها با تنبیهات خیلی سختی روبرو میشن. بله، سرقت کردن کار بدیه، ولی خب باید جرم خودم رو میکشیدم و دادگاه گفت نه، این حتما کارهای دیگری هم انجام داده. جفت اینها رو با خودتون ببرین و بازم اینها رو تنبیه بکنیم ببینید چه کارهای دیگه انجام دادن. و بازم ما رو بردن، انقدر زدمون هر روز صبح شب ما رو میزدن، هم من و هم دوستم، تا از ما اعتراف بگیرن که دیگه چه کاری کردیم. ولی ما هرچه بود همه رو گفتیم و دیگه چیزی نداشتیم بگیم و دیگه گفتیم واقعا دیگه هیچ خدایی وجود نداره به ما کمک کنه. حتی خانواده های ما رو رها کردن دیگه، هیچکی نداشتیم، ما رو هیچ، اصلا اون خدا هم هیچکی نبود که به ما کمک کنه ما از چوب خوردن رهایی پیدا کنیم. ما رو به زندان بردن و از مدتی که در زندان بودم با تمام خلفای دیگرم آشنا شدم. طرز فروختن مواد مخدر و خلافای دیگر، چک برگشتی و هر خلاف دیگر رو یاد گرفتیم و خیلی خوشحال بودم از این سابقه خیلی خوب در زندان. من تونستم این همه کار یاد بگیرم، گفتم خب حالا آمادم که از زندان برم بیرون، چون من خیلی ساره خیلی حرفه‌ای بودم و هر دیواری رو بالا می‌رفتم و از هر ارتفاعی می‌پریدم. کلید زندان دست خودم بود، خیلی راحت از دیوار زندان بالا رفتم و از زندان فرار کردم. بعد از فرار داریوش از زندان، برادرش رو تشویق میکنه که به اداره پلیس بره و خودش رو معرفی کنه و ایام عید نوروز بود و به این امید بود که شاید از جرایم او کمتر بشه، ولی با هم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. خدایا این عید من تو زندون هستم، یعنی هیچ راهی برام وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداره من از این زندان، از این چهار دیواری لعنتی خلاص بشم و آزاد بشم. و خیلی افسرده خوابم برد، با گریه کردن شدید زیاد و خوابم برد. فرداش که بیدار شدم دیدم بازم در اون زندانم. من در بند کودکان بودم، بعد از اینکه بند کودکان تمام شد
منو فرستادن در بند جوانان، یعنی 2 سال در زندان عمرم هدر رفت و هیچکی نبود منو ببخشه که من آزاد بشم، هیچکی نبود به من تعلیم بده از دوران کودکی خدا کی است. بعد از اینکه از زندان بیرون اومدم رفتم به خدمت سربازی. در خدمت سربازی هم شروع به خلاف کردن مواد مخدر کردیم با بچه های دیگر در جنوب کشور، همون جایی که خدمت میکردم، و کلی هم پول بگیرم اومد. بعضی که از خدمت بیرون اومدم گفتم دیگه خلاف نکنم، برم کار کنم، چون تو اون شهر همه منو میشناختن و سابقه هم خیلی بد بود. و از ایران بیرون اومدم به کشور ترکیه رسیدم. کشور ترکیه هم بازم خلاف کردم، گفتم خداوند اینجا اون خلاف بازم دست از سر من بر نمیداره، بازم باید اینجا دزدی کنم و خلاف بکنم. یک بار دیگه به ایران رفتم و گفتم بازم به ترکیه میرم ولی این بار دیگه خلاف نمی کنم، و همینطور هم شد. و موقعی که بازم به استانبول رسیدم یک عزیزی رو دیدم و اون منو سر کار برد و کار کردم. بر هر هفته شنبه ها لب دریا قدم می زدیم و ساعت آزادمونو اونجا به سر می بردیم. تا یک شنبه ای که با هم دیگه داشتم قدم می زدیم یک خانمی رو دیدیم. اون خانم رو این رفیقم می شناخت و من گفت این خانم بدکاره. بعد گفتم می تونیم کاری با این خانم بکنیم؟ و من گفتم من نمیتونم، حالا ببینیم چطور میشه. گفتیم هرچی پیش آمد خوش آمد، ما که هر کاری که دلمون میخواد میکنیم، خدا ما دا نمیشناسیم. بعد گفتیم کجا میخوای بری؟ میخوای با هم دیگه بریم هتل استراحت کنیم؟ خانم گفت نه من میرم کلیسا. و شنبه بود، گفت شنبه ها اونجا درس میدن، یاد میدن درباره مسیح. گفتم نظر بدی نیست. موقعی که وارد کلیسا رفتم یک احساس عجیبی به من دست زد و اون موقع احساس کردم من گناهکارم، من گناهکارم. و من گفتن تو میدونی کتاب مقدس چیه؟ گفتم نه میدونم، حالا میشناسم، حالا نخوندم. اونجایی که کتاب مقدس به من دادن گفتن اینه بخون، هفته بعد هر سوال داری بیا سوالاتو بکن. و منو رفیقمو و این خانم از کلیسا بیرون اومدیم. رفیقم بعد این خانم گفت کجا میریم؟ گفتم میخوام برم خونه. رفیقم گفت خونه میخوایم بریم؟ مگر نمیخوای؟ یه باشگی به من چشمک زد گفت مگر نمیخوای با این خانم بری هتل؟ گفتم نه من دیگه میخوام برم این کتاب بخونم. و رفتم کتاب خوندم و وقتی که به وسط های کتاب رسیدم دیگه به عیسی ایمان آوردم. و بعد هفته بعد که به کلیسا رفتم کشیش کلیسا داشت صحبت میکرد و موقع دعا گفت هر کی میخواد قلبشو به عیسی مسیح بسپاره و خداوند عیسی مسیح رو خدای خودش بدونه دستشو بالا کنه تا برای اون دعا کنه. و من هم دست خودم بالا کردم و برای من دعا کردن و اون تولد تازه، اون زندگی تازه روی من اثر کرد و قلب من باز شد و برای عیسی مسیح و خیلی شادام بودم. از اون به بعد که از کلیسا بیرون اومدم انگار از وزن 100 کیلو شدم 10 کیلو، انقدر آزاد شدم از گناه. و در من دیگر نه دزدی کار میکرد، نه مواد مخدر کار میکرد، نه کارهای بد با زنها کار میکرد، هیچ چیزی بر روی من کار نمیکرد. یک سفری عظیمی جلوی من بود و هیچ گناهی نمیتونست به من صدمه برسنه.